سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی، شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجای کار از ویدیوهای آموزش ما استفاده کرده باشین. توی این ویدیو قصد داریم تفاوت‌های بین ICO و IPO رو با هم مقایسه کنیم. این تفاوت‌ها محلیه برای تعریف جدیدی از روش‌های تأمین مالی و توی چند تا ویدیو ما میخوایم تفاوت‌های بین ICO و بقیه ابزارهای مالی رو با هم مرور کنیم. اگر شما براتون سرمایه گذاری توی این بازار مهمه، پیشنهاد میکنم که این مجموعه ویدیوها رو ببینید، چون هر کدوم از اینا بیانگر یک زمینه و یک راهکار سرمایه گذاری هست. امیدوارم که براتون جذاب باشه و اگر علاقمند هستین پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو مشاهده کنید. سمت راست تصویر مطابق معمول شما لینک شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید. اگر تا الان توی یوتیوب ما رو دنبال نکردین، پیشنهاد میکنم رو دکمه سابسکرایب بزنید، عضو کانال ما بشین و با زدن اون دکمه زنگوله هر لحظه که ما یه ویدیو جدید یا مطلب جدیدی رو شیر بکنیم شما اولین نفر هستین که مطلع میشین. در سایر شبکه‌های اجتماعی هم مطابق معمول اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی به اشتراک گذاشته میشه. خب بریم دنبال ادامه بحث. اصلا تاریخچه این ICO و IPO چیست؟ همونطور که میبینید این دوتا در مقابل هم دیگه هستن. اول از همه اینو بگم که خب IPO سن بیشتری از ICO داره و قدیمی تر هست و به صورت خاص در بازارهای سرمایه انجام میشه، مثل بازار بورس. اما ICO نه، ویژه بازار کریپتوکارنسی هست. با به وجود اومدن بلاکچین و بعدن رشد اون، تقریبا این موضوع اهمیت پیدا کرد و اینکه کسایی که میخواستن کوین و توکنشون رو ایجاد بکنن رفتن سمت اینکه بر اساس اون ایده‌ای که دارن بتونن تأمین مالی انجام بدن. خب همونطور که یه خورده قبل‌تر اشاره کردم، اینا ابزارهای مالی متفاوتی هستن که بتونن منابع مالی رو از سرمایه گذارا برای انجام پروژهشون جذب بکنن. در خصوص ICO یک طرح کلی در خصوص هدفشون ارائه میکنن، یه برنامه کلی تشریح میکنن که بهش میگن وایت پیپر. فارسیشو سپید نامه هم یا سفید نامه هم ترجمه کردن. شما اگه فارسی گوگلش بکنید خیلی راحت میتونید کلی اطلاعات در این خصوص پیدا کنید. چند تا پروژه ایرانی هم جدیداً توی این حوزه مطرح شده و حالا جلوتر با هم تفاوت‌های این دوتا رو میبینیم و اینکه اصلا ICO چجوری میتونه بازارهای مالی رو تحت تأثیر خودش قرار بده هم بررسی میکنیم. در این بین وبسایت‌های مفیدی که مرتبط با موضوع هستن هم بهتون مطابق معمول معرفی خواهیم کرد. قبلا هم یک سری ویدیو در این خصوص توی کانال به اشتراک گذاشته شده که براتون تگ میکنم تو صفحه که بتونید استفاده بکنید. اما خب نکته که به وجود میاد این که امنیت سرمایه تو کدوم یکی از اینا بیشتره. هممون میدونیم پول ترسوه، میره جایی که امنیت داشته باشه و اگر امنیت نداشته باشه قاعدتا ریسک خیلی بالایی رو میخواد بپذیره. پس نکته امنیت سرمایه گذاری مهمه که در ادامه میبینیم این ICO چجوری پوست میندازه و چهره های جدیدتری از اون رو داریم مشاهده میکنیم. خب بریم جلو. خب ICO در مقابل چی؟ در مقابل IPO، در مقابل STO، در مقابل IEO، ICCO، VC، crowdfunding، اینا اون تعاریفیه که وقتی شما میخواین توی یه طرحی شرکت بکنید براتون مهم میشه که از کدوم یکی از اینا استفاده کنید. اگر خاطرتون باشه در ویدیوی ICO چیست، ما به یه وبسایتی اشاره کردیم که اون وبسایت اطلاعات کاملی در خصوص هر کدوم از اینا به ما ارائه میکرد. حتی توی اون ویدیو رسیدیم به اون ICO
مربوط به اتریوم و چند ده هزار برابر شدن این آروآی هر کدوم حساب کرده، و وقتی شما حساب میکنید که به فرض اگر توی یه تعدادی آی سی او شرکت کنین مثلا نصفش هم پوچ در بیاد، ولی اگر از این نصفه باقی مونده یکی دو تاش بگیره، اصلا شاید یه سرمایه گذاری فوق‌العاده‌ای باشه که شما در طول زندگیتون انجام دادین. اینقدر میتونه متحول کننده باشه. بهتون پیشنهاد میکنم اگر ویدیوی آی سی او چیست رو ندیدین حتما مشاهده کنید. این بالا براتون کارت کردم که بتونید ازش استفاده کنید، و وبسایتی که مربوط به این موضوع هستم دقیق اون تو توضیح دادیم که اصلا چجوری میشه ازش استفاده کرد، چه نکاتی توی انتخاب آی سی او وجود داره که اونجا کامل تشریح شده. این مخفف ها هر کدوم بیانگر یه عبارت طولانی تری هستن. آی سی او میشه اینیشیال کوین آفرینگ، عرضه اولیه سکه، معادل فارسیشه. اینیشیال پابلیک آفرینگ مخففش میشه آی پی او، عرضه اولیه سهام. شاید با این بیشتر آشنا باشین یا حداقل چند بار تجربهش کرده باشین. تو بازار بورس وقتی که یه عرضه اولیه میاد همه دیدن دیگه، یه چند روز قبلش یا یه روز قبلش یه دفعه بازار کرش میکنه، همه برای اون آی پی او خب میخوان برنامه‌ریزی بکنن، خود کارگزارا چه دردسر بزرگی رو تحمل میکنن چون میخوان به مشتریاشون تخصیص بدن، همه دعوا دارن. چرا؟ چون یه سود قابل توجهی میکنن. اون آی پی اویی که توی بورس انجام شده، شما مثلا به من یه مثال عددی بزنم، بفرض میخرید 550 تومن، 450 تومن، یه هر عددی که قیمت گذاری شده، اما کسی که قبل تر از این، یعنی اون فاندرا و کوفاندراش، با قیمت اسمی قانون تجارت یعنی 1000 ریال، یعنی 100 تا تک تومنی صاحب اون سهم شدن، پس همون لحظه که باز میشه اینا بالای 350% سود هستن، یعنی 3.5 برابر داراییشون رشد کرده. حالا از اونجا به بعد یه تعداد زیادی آدم توی بورس میاد و اونا رو میخره که اونها هم یه سود قابل توجهی میکنه. این جذابیت آی پی او، شما ضرب در 1000 بکنید، دقیقاً دارم میگم ضرب در 1000، چون با عدد رقم میخوام بهتون ثابت کنم، و حتی در بعضی موارد 10000 برابرش بکنید، و این جذابیت ببینید چقدر زیاد میشه. و حالا توی آی سی او این اتفاق میفته. پس اونایی که میخوان معامله گری حرفه‌ای رو بلد باشن، بتونن توی بازار کریپتوکارنسی یه تریدر مطرح بشن، حداقل اندازه خودشون بر اساس سرمایه‌ای که گذاشتن درآمد داشته باشن، توجه به این نکته براشون بسیار حائز اهمیته. اینم در نظر داشته باشیم که همیشه این بازار مخصوصا تو حوزه آی سی او همراه با ریسک و کلاهبرداریه. چرا؟ چون خیلی با بابت این سودهای آنچنانی با همون تئوری که گفتم مثلا 10 تاشو می‌خره نصفش پوش باشه میان، ولی اونور کسی که داره آی سی او میکنه میبینه که خب چه پول گنده‌ای رو میتونه تعمیل مالی انجام بده و براش جذابه. خب یه مرور کلی داشته باشیم. اگر بخواد یه شرکتی آی پی او بشه، یعنی عرضه اولیه تو بازار بورس تهران بشه، توی دو تا کاتگوری میتونه خودش مورد ارزیابی قرار بده، یکی بورسه یکی فرابورسه. تفاوت اینا رو میدونید و خب من الان بنا ندارم که وارد تفاوت این دو تا بشم، اما یه نگاه کلی به این جدول بندازیم که میخوام بعد بریم ببینیم آی سی او چقدر ساده تر تامین مالیش. حداقل سرمایه ثبت شده میگه 1000 میلیارد ریال، یعنی 100 میلیارد تومان برای بازار اول، و همینطور این عدد کم میشه تا بازار دوم فرابورس که 1 میلیارد ریال، یعنی 100 میلیون تومان. یه حداقل سهام شناور میخواد 20 15 10 10 5% که اینو میبینید همون سهامیه که در اختیار سهامدار خورده که داره معامله میشه. این بحث شناوری خب نکته مهمیه. اون شرکتی که بتونن بالای 20% شناوری داشته باشن میتونن از یه معافیت مالیاتی برخوردار بشن، که حالا داستانهای شرکت‌های بازارگردان هم مطرح میشه این وسط، و خب این عدد شما تو سایت TSE/TMC میتونید مشاهده کنید. هرچی شناوری بالاتر باشه خب سهم دست عوام زیاد هست، شاید مثلا
این اصطلاحی که بورسی ها به کار میرن، هنوز سهم خوش نشده یا دست یه تعداد خاصی نیست که بتونن با قول خودشون جک بزنن زیرش ببرنش بالا. و حالا جلوتر میبینیم این جک زدن تو آی سی او یعنی چی. حداقل تعداد سهامدار براش مطرح شده، یعنی حداقل تو بازار اول 1000 نفر، تو بازار دوم 200 نفر حقیقی یا حقوقی باید حضور داشته باشن. و حالا مثلا میگه حداقل سابقه شرکت باید 3 سال باشه تا میاد به اونجا که حداقل 1 سال از تأسیس شرکت گذشته باشه، یعنی یه دوره مالی گذرونده باشه حداقل، ببینن چیکاره از چیکاره نیست، زیان انباشته نداشته باشه. یا در بازار دوم فرابورس میاد میگه که مثلا یه برنامه داشته باشه که میخواد از زیان خارج بشه. این بازار دوم فرابورسه یه چیز معادل اون شیت کوینی که توی بازارهای بین‌المللی بهش نگاه میکنن، یه مثلا که سهمای خیلی حالا همینجوری که اگر فیلم وولف آف وال استریت رو دیده باشین میدونید که چجوری از این شیت کوین ها نهایت سود و کسب کرد. حالا به فارغ از جلوه های هالیوودیش، در واقعیت هم اگر بخوایم بدون تعارف ما هم صحبت بکنیم این اتفاق رخ میده. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی مطرح میشه و سوداوری که حداقل 3 دوره منتهی به پذیرش سوداور باشه، یعنی 3 سال متوالی حداقل سود داده باشه تا اینکه 1 دوره منتهی به پذیرشش هم همراه با سود باشه. این یعنی اینکه یه شرکتی راه افتاده باشه، کلی پرسنل استخدام کرده باشه، کار انجام داده باشه، ارزش افزوده ایجاد کرده باشه، فروش همه چی انجام شده باشه درست و به یه سودی رسیده باشه تا بتونه آی پی او انجام شه. خب این جدول رو بر اساس اطلاعات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران کسب کردیم و خلاصش اینجا برای شما آوردیم. قطعا شما حالا با این مسئله آشنا هستین در خصوص آی پی او. اطلاعات تکمیلی میتونید tse.ir انگلیش یا فارسیش مشاهده بکنید. پس یه بار دیگه مرور کنیم، آی پی او شد عرض اولیه سهام و این عرض اولیه سهام مستلزم کلی کار شبانه روزی و تلاش و کوشش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، معاونین، مدیران، پرسنل یه شرکت تا بتونه خودش تو بورس عرضه کنه. خب این همه زحمت میکشن تا بتونن مثلا نهایت 20%شون رو نهایت که یعنی منظورم تو بازار مثلا اول حداقل 20% رو عرضه بکنن تا معادلش بتونن ریال جذب کنن بیارن تو شرکت مثلا حالا یه کاری انجام بدن. آیا واقعا راههای ساده تری هم وجود داره؟ بهش فکر کردیم چجوری میشه منابع مالی ارزون تری هم کسب کنیم، سهام نفروشیم. آره مثلا میشه رفت وام گرفت، اما هزینه مالی که شما از محل استقراض وام به دست میارید بسیار بالاتر از ارز اولیه است و سختی های خاص، تازه اون یه سختی بیشتر از این هم داره، یه ضمانت اجرا هم بده اگه وام نتونی بگیری پرداخت کنی میان مثلا یه ملکی ازت که بابت اون وام گذاشتی رو مصادره میکنه. اما توی قسمت عرضه اولی سهام این داستان نیست، تعهد این تیپی نداری، تعهد به سهام دار داری. خب بریم جلوتر ببینید حالا تو آی سی او چه اتفاقی میفته. آی سی او میاد یه دونه وایت پیپر تهیه میکنه، یعنی یه ایده میده، میگه من میخوام یه کوینی درست بکنم، یه توکنی درست بکنم که مثلا پرداخت روی دستگاه های پوزو به این صورت انجام بده، خیلی ساده تر انجام بده، سریع تر انجام بده. میبینید که پس یه ایده شد، حتی محصول هم میتونه نباشه. تو اون ایدهه میاد چی رو مطرح میکنه؟ میاد میگه که من دنبال اینم که مثلا این کار بکنم، این کار رو کنم، این مسئله رو حل بکنم و تیمی که دارم باش که کار رو انجام میدم مثلا شامل این آدم هاست که هر کنم از این آدم ها تو اون آی سی او بنچ، اون سایته که بهتون گفتم اگه ویدیوشو ندیدین این آی سی او چیست حتما مشاهده کنی. یه این آدم ها مثلا یه رنکینگی تو اون چیز دارن، آدم های معتبری هستن و به اعتبار اونا شما میرین وارد یه پروژه میشه. البته سرسنجی هم باید بکنید چون اینا سیستم های کلاهبرداری زیادی در این حوزه وجود داره. پس آی سی چی شد؟ هیچی، یه ایده ساده در خصوص یه کار بزرگ، یه کار کوچیک، یه کار متوسط. و این متحول کرد روش تأمین مالی رو. یه مقاله ای رو من تحت عنوان تأثیر تأمین مالی از طریق آی سی او بر روی آی پی او و وی سی نوشتم که زیر پست مربوط به همین ویدیو توی کانال یوتیوب اون
لینکشو میذارم، پیشنهاد میکنم مشاهده بکنید و نشون میده که دیگه بانک ها باید حواسشون باشه، بازار پول و سرمایه حواسشون باشه که دیگه تأمین مالی با اون روش ها شاید خیلی توجیه نداشته باشه. محدودیت هایی که تو تأمین مالی وجود داره از طریق بانک و بورس باعث شده که این ابزار ICO یه دفعه محبوبیت پیدا کنه. چهار تا آدم خوشفکر جوونی که توی دانشگاه هستن با استاد دانشگاهشون یا اصلا آدمایی که اومدن بیرون دارن کار میکنن، یه نیاز بازار پیدا کردن، دنبال اینن که یه محصول جدید بدن، نه پولی دارن نه سرمایه، هیچی ندارن، یه وایت پیپر مینویسن و از طریق سایت هایی که میاد طرحشون رو معرفی میکنه شروع میکنن بازاریابی کردن و از اون طریق تأمین مالی میکنه. سال 2017 سال بهشت مربوط به ICO بود. تأثیری که تأمین مالی ICO روی اتریوم گذاشت، این کوین رو از فکر میکنم $100 تا $1,100 رشد داد. اینقدر تقاضا رفت بالا که اتر بخرن بدن جاش توکن مثلا یه دونه ICO رو تهیه بکنن. البته اینم در نظر داشته باشین یه چیزی به نام ایردراپ وجود داره و اینکه تون ایردراپ ها ما یه ویدیو هم در این خصوص تهیه کردیم، بالا براتون کاردش میکنم که شما بتونید بعدن ببینید. این ایردراپ ها یه سریش هم مجانی به شما میده، درسته که پنیر مجانی در تله موشه، ولی این قسمت ایردراپ یه سریشو مجانی بهتون میده، شما میتونید تو این حوزه شرکت بکنید، ازش استفاده کنید، تو کیف پولتون نگهداری کنید، که یه ویدیو هم دارم جداگانه در خصوص نگهداری این توکن ها توی کیف پولتون که بر اساس ایردراپ انجام میشه. اینا روش های تامین مالی هن. حالا بیایم اینو دقیق بررسی کنیم. ریلایبلیتی آی پی او بدیهی بالاتره، لیگال کاوریجش پشتیبانی قانون و مقرره تو آی پی او بیشتره، تو آی سی او اصلا قانونی پشتش نیست، دولتی پشتش نیست. کمپانی ریکوردش همونطوری که دیدین حداقل طرف باید 3 سال از تاسیسش گذشته باشه در بهترین حالت، نه هم 3 دوره سودده باشه، یعنی حداقل رو داره میگه. اینا کارهای سختیه، اما سرعت تأمین مالی و سرمایه گذاری تو آی سی او بالاتره. برای بیزینس های کوچیکتر یا سرمایه های تأمین مالی های کوچیکتر از ICO استفاده میکنن، هرچند که تو ابزارهای جدیدی که از ICO متولد شده ما میبینیم رقم های میلیارد دلاری در کمتر از نیم ساعت تأمین مالی میشن، که توجه شما رو به ویدیو مربوط به STO، مقایسه ICO با STO و مقایسه ICO با IEO جلب میکنم. این دوتا ویدیو رو براتون تگ میکنم این بالا بتونید ببینید. و نکته بسیار جالبی که توی ICO نسبت به IPO وجود داره دامنه تامین مالیشه. شما توی ICO محدود به هیچ جا نیستید، از سراسر دنیا میتونید تامین مالی انجام بدید. اصلا مهم نیست که کسی در آفریقای جنوبی نشسته، یا کسی در آمریکای شمالی و آسیای جنوب شرقی، راحت میتونه توی پروژه‌ای که به فرض در ایران داره راه اندازی میشه تامین مالی کنه و شرکت بکنم، پولشون رو بدم کاره انجام شه. در صورتی که IPO اینطوری نیست، به خاطر قوانین مقررات مالی، قوانین گزارش های IFRSی که روی صورت های مالی ارائه می شود، سازمان ها و شرکت ها موظف به رعایت قوانین کشور مبدا هستند. پس قانونی که تو ایران هست شاید تو ترکیه تو از نظر تامین مالی و تامین سرمایه یه چیزایی اصلا در تضاد با هم باشن، یه چیزایی اصلا مورد قبول هر کدوم از این کشورها نباشه، پس محدود میشه به مرزهای جغرافیایی هر کشور. همین بزرگترین محدودیت در تامین مالی بر اساس ICO IPO هست. امیدوارم که تفاوت این دوتا رو طی این ویدیو متوجه شده باشین. مقاله‌ای که خدمتتون گذاشتم این زیر رو برید حتما مطالعه بکنید، به نظر مقاله‌ای میاد که میتونه یه زنگ خطری برای هر دو بازار پول و سرمایه باشه و اونهایی که تمایل دارن وارد این که اصلا خودشون ICO خودشون رو داشته باشن، این شروع کاره. جذابیتش تو ویدیوهای دیگه براتون تشریح میشه. اینم در نظر داشته باشین که این ICO مزایاش نسبت به IPO یا معایبش از دو منظر باید دیدشه. منظر کسی که میخواد به عنوان سرمایه گذار شرکت کنه، از دیدگاه کسی که میخواد خودش اصلا جنریت کنه. هرچی قوانین مقررات سبکتر و کمتر، برای کسی که میخواد IPO یا ICO بکنه
راحت تره و جذاب تره، و برعکسش هرچی اینا مثلا بدون نظارت باشه و ساده تر باشه، خب جذابیتی برای سرمایه گذار نداره. اینو باید دقت کرد، یه ترید آف بین دیدگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر توی شرکت در آی سی او. مبحث بسیار جذابه، و اینکه حتی بهتون بگم که این بیزینس مثلا یه سری اینفلوئنسر توی آی سی او وجود داره، همونطور که شما توی اینستاگرام یا شبکه‌های دیگه یه سری آدم‌های لیدر میبینید که اومدن یه محصولی رو توضیح میدن، تشریح میکنن، توی این حوزه هم وجود داره. اصلا اینقدر بازار جذاب هست که حالا فعلا توی ایران خیلی مطرح نشده، چون حالا یه مقدار محدودیت قوانین مقرراتی داریم، ولی در دنیا بسیار اصلا به عنوان یه شغل شناخته میشه کسی که اینفلوئنسر آی سی اوه. و من پیشنهاد میکنم که یه مقدار بیشتر در خصوصش مطالعه کنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، ما رو لایک کنید با اشتراک این ویدیو برای سایر دوستاتون یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه، به ما در توسعه شبکه‌مون کمک میکنید. یه سری ویدیو این آخر براتون به اشتراک گذاشتم که ویدیوهایی میتونه باشه که براتون بسیار مفید واقع بشه. کلی ویدیو دیگه و مطالب جذاب دیگه توی کانالمون داریم. پیشنهاد میکنم اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگر علاقمند هستین که مطالب بیشتری براتون ارسال بشه و بتونید مطالعات بیشتری داشته باشین، اون دکمه زنگوله رو بزنید تا از آخرین اخبار مطلع بشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خدا نگهدار.